سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 16 اسفند ماه 7 ماه میلادی مارس در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گشایش مسیری برای انتقال غیر نظامیان در چند شهر اوکراین. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید کارکنان نیروگاه هسته‌ای اوکراین تحت فشار نظامیان روسیه قرار دارند. جلسه استماع دادگاه لاهه برای بررسی ارتکاب جنایت جنگی روسیه در اوکراین در حال برگزاری است. در واکنش به بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه در آمریکا و اروپا، بهای هر بشکه نفت برنت از 137 دلار عبور کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از تصویب کمک 10 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین در هفته جاری خبر داد. با وجود ابراز نگرانی رسانه‌های ایران نسبت به گروکشی روسیه در مذاکرات احیای برجام، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مواضع چین و روسیه در این مذاکرات سازنده بوده است. خطیب‌زاده می‌گوید منتظر شنیدن جزئیات درخواست روس‌ها از مجاری دیپلماتیک هستیم. و تشدید سیاست سانسور دولت رئیسی. داریوش مهرجویی در اعتراض به لغو اکران نوروزی فیلم لامینور گفت به همراه دستیارانم در وزارت ارشاد تحسن میکنم. در ادامه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، ابعاد انسانی فاجعه هر روز بزرگتر می شود. تعداد پناهجویان اوکراینی به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده و چندین شهر اوکراین از جمله بندر ماریوپول و شهر خارکیف در محاصره ارتش روسیه قرار دارند. گزارش‌های محلی حاکی از کمبود شدید مواد غذایی و سوخت در این مناطق است. در همین حال روسیه میگوید از ساعت 10 صبح امروز به وقت مسکو کریدورهای بشر دوستانه را به منظور تخلیه شهروندان در چندین شهر اوکراین باز می‌کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به دنبال مذاکرات مکرون و پوتین در شهرهای همچون کیف و ماریوپول قرار است مسیری امن برای انتقال غیر نظامیان باز شود. از همکارم علی کاظمی از یکاترینبورگ پرسیدیم اظهارات وزارت دفاع روسیه برای خروج غیر نظامیان از 4 شهر اوکراین چیست و چه تدابیری برای این کار در دست دارد؟ وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرده که آتش بس اعلام شده از ساعت 10 صبح امروز به وقت مسکو و گفته که 4 شهر کیف، ماریوپول، خارکیف و همچنان سومی کریدوری تعیین شده تا غیر نظامیان بتانن که خارج بشن از این منطقه، در حالی که مقامات روسیه دارن اوکراینی ها را متهم میکنن که در 2 روز گذشته اونا مانعی کار شدن. از سوی دیگر اوکراینی ها روس ها را متهم به چنین کاری کردن که روس ها اجازه ندادن که غیر نظامیان مطابق با توافق نامه‌ای که با همدیگر امضا کرده بودن خارج بشن. هر دو کشور دارن همدیگر متهم میکنن و همچنان مقامات روسیه هم که امروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که خبرهای نادرستی داره پخش میشه از رسانه ها و خواستاری شدن که خبرهای درستی که مربوط به وزارت دفاع روسیه است پخش بشه. از سوی دیگر تازه ترین خبری که رسانه‌های روسی گفتن این است که هیئت روسی لحظات قبل به سمت بلاروس حرکت کرده تا در دور سوم مذاکرات بین کیف و مسکو حضور پیدا بکنن. گفته شده ساعت 3 به وقت مسکو تقریبا 2 ساعت بعد قرار است که دور سوم مذاکرات در منطقه مرزی بین لهستان و اوکراین برگزار بشه. هنوز دولت کیف اعلام نکرده که آیا هیئت اوکراینی حرکت کردن به سمت این مذاکرات یا خیر. دور دوم مذاکرات که چند روز قبل برگزار شد با وقفه 1 روزه برگزار شد و هیئت اوکراین دیرتر به محل برگزاری مذاکرات رسید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته که ما تمام دیدگاه‌های خودمان شریک ساختیم با اوکراینی‌ها و منتظر واکنش مقامات اوکراین در قبال دیدگاه‌های روسیه هستیم. از سوی دیگر
در دو دوره گذشته که مذاکرات برگزار شده هیئت اوکراینی همیشه گفتن که ما هم خواستار آتش بس هستیم و دیدگاه های خودمان را به مقامات مسکو رساندیم و منتظر واکنش روسیه هستیم. از سوی دیگر در لحظات آغازین امروز صبح هم مقامات روسیه و وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که یک انبار نفت در جمهوری جدایی طلب لوهانسک مورد هدف قرار گرفته و آتش گرفته. توضیحات همکارم علی کاظمی از یکاترینبورگ را میشنیدید. دادگاه بین المللی لاهه درباره احتمال بروز جنایت جنگی در حمله روسیه به اوکراین امروز در حالی برگزار می شود که به گزارش اسوسییتد پرس روسیه حضور در جلسه استماع در این نهاد عالی وابسته به سازمان ملل را رد کرده است. پیشتر اورسولا فوندرلگن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار بررسی ارتکاب احتمالی جنایت جنگی روسیه در اوکراین شده بود. بخشی از این جلسه را با هم بشنویم. در 9 دسامبر 2021 رئیس جمهور فدراسیون روسیه اظهار کرد به یک خبرنگار از راشا تودی که آنچه که داره اتفاق میفته و من نقل قول میکنم اون رو، آنچه که الان داره اتفاق میفته در دونباس شما و من شاهد اون هستیم و ازش اطلاع داریم و این نسل‌کشی است. این ادعا این بار از سوی بالاترین مقام روسیه یعنی رئیس جمهور این کشور کاملا توسط تمامی مقامات رسانه‌های روسیه ذکر شد، نه تنها آژانس تاس بلکه دیگر مطبوعات فرانسوی هم بهش نقل کردند. در دسامبر 2021 اون معاون رئیس دادستانی تعقیب این موضوع در دوما، معاون رئیس دوما اومد و حرفهای رئیس جمهور روسیه رو مورد تایید قرار داد و گفتش که من با تمام ذهن و قلب خودم تایید میکنم آنچه که رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفته است و به این ترتیب ما میبینیم که سفیر بوریس لیسکوف که قبلا بهش اشاره کرده بودم همه اینها اعتقاد داشتند که شکایت های روسیه از اوکراین تحت کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با جلوگیری از نسل‌کشی قرار میگیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدیویی اعلام کرد اوکراین آسیب و ضربه پوتین را هیچ وقت نخواهد بخشید. او همه متجاوزان را تهدید به مجازات کرد و در پایان از انفعال و سکوت غرب در قبال این تهاجم انتقاد کرد. من از واکنش رهبران غربی در مقابل این تجاوز چیزی نشنیدم. یک واکنش، حتی یک بیانیه. احساس امنیت متجاوزان رو ببینید، اونها به وضوح از جنایات برنامه ریزی شده خود صحبت میکنند. چرا؟ چون واکنشی وجود نداره، حتی یک کلمه. جسارت متجاوزان سیگنال روشنی به غربه. این یعنی تحریم ها علیه روسیه کافی نیست، چون اونها حس نکردند، ندیدند که جهان واقعا مصممه، مصمم که این جنگ رو متوقف کنه. ترجمه یه صحبت های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رو میشنیدید. در ادامه و با توجه به انتقادهای رئیس جمهوری اوکراین خطاب به اعضای ناتو از بوجینیا کروچوک عضو پارلمان اوکراین از کیف پرسیدیم اوکراین در حال حاضر چه تقاضایی از اعضای ناتو دارد. من تشکر میکنم از شما و مردم ایران. وضعیت فعلی نشون میده که الان 12 روز این جنگ در جریان هست و خیلی از نیروهای امنیتی و مجامع امنیتی غربی اعلام کردن که 1-2 روز دیگه روسیه به کیف میرسه و این یعنی این که مسئله فقط مسئله نظامی نیست و خب مردم هم دارن اونجا کوکتل مولوتوف درست میکنن که با دست خالی جلوی تانک های روسیه رو بگیرن و خب شما اینها ببینید که یک پیام خیلی روشنی رو به دنیا میفرسته. البته ما سپاسگزار کشورهای ناتو هستیم که اسلحه برای ما فرستادن و 2 ماه پیش اونها شروع کردن که ما اسلحه بدن و ما منتظر دریافت بیشتر هستیم، ولی
روس‌ها دارن بمباران میکنن غیر نظامی ها رو، پراکنی میکنن. در خارکیف نزدیک است به مرزهای روسیه، یکی از شهرهای بزرگ اوکراین هست و اونجا روسی صحبت میکنن و 40 کیلومتر فاصله داره تا روسیه. جت های جنگنده روسی و موشک ها و بمب های روسی این شهر رو دارن از روی کره زمین پاک میکنن و خاک با خاک یکسان میکنن و تعداد زیادی از غیر نظامی ها اونجا کشته شدن به خاطر خمپاره و بمباران که در میان آنها کودکان هم بودن. 8 کودک کشته شدن به خاطر حملات هوایی نیروی نظامی روسیه و جوانترینشون 18 ماهش بوده. پسری که دیروز کشته شد در ماریوپول وقتی که روس ها اجازه ندادن که این کریدور سبز باز بمونه که مردم بیرون برن. ما از کشورهای عضو ناتو میخوایم که آسمان رو ببندن و منطقه پرواز ممنوع رو اعمال بکنن. بنابراین غیر نظامی های اوکراینی بمباران نشن از طریق هوا. اگر این منطقه پرواز ممنوع اجرا نشه که راه خیلی خوبی هست برای اینکه جان بیگناهان رو نجات بدیم، ما از بقیه کشورها میخوایم که به ما جت‌های جنگنده بدن و ما پدافند هوایی رو بدن، به خاطر اینکه این مسئله مبارزه با ارتش نیست. اونا صدها غیر نظامی رو هم میکشند. صحبت های بوجینیا کروچوک عضو پارلمان اوکراین از کیف رو میشنیدید. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت کرملین در حال استخدام جنگجویان سوری برای نبردهای شهری در اوکراین است. به نوشته این نشریه پیشروی روسیه در مواجهه با مقاومت شدید ارتش اوکراین و نیروهای مردمی به شدت کند شده است. روزنامه‌های محلی سوریه هم ادعا کردند به این جنگجویان 200 تا 300 دلار پرداخت خواهد شد. گروه هکری انونیمس میگوید تعدادی از شبکه‌های تلویزیون دولتی روسیه و چندین سرویس پخش اینترنتی را در این کشور هک کرده است. به گفته انونیمس آنها سرویس‌های پخش اینترنتی وینک و آی وی آی به علاوه کانال‌های تلویزیونی زندگی روسیه از جمله راشا 24، کانال 1 و موسکو 24 را هک کرده و اعلامیه ضد جنگ و تصاویری از بمباران شهرهای اوکراین را پخش کردند. تصاویری که به دلیل سانسور شدید در روسیه از رسانه‌های این کشور نشان داده نمی‌شوند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد کارکنان اوکراینی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را به کار انداختند، اما پس از اشغال این نیروگاه توسط نیروهای روسی این کارکنان در حال حاضر تحت فشار نظامیان روس قرار دارند. رافائل گروسی گفت هر اقدامی در این نیروگاه از جمله اقدامات فنی مربوط به 6 راکتور هسته‌ای با تایید قبلی فرمانده نیروهای روسیه انجام می‌شود. به گفته گروسی اعمال فشار نظامیان روس بر کارکنان این نیروگاه با ارکان ایمنی و امنیتی هسته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی در تضاد است. در ادامه ارزیابی جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا رو در رابطه با برگزاری زودهنگام دادگاه لاهه برای بررسی وقوع جنایت جنگی در اوکراین جویا شدیم و پرسیدیم آیا برگزاری این دادگاه میتواند تأثیری روی اقدامات روسیه در این جنگ داشته باشد. اینکه بگیم بی تأثیره، خب این ارزیابی خطاست، قطعا تأثیر داره، اما اگر فکر بکنیم که تأثیرش به اون گونه است که میتونه مانع از ادامه حمله نظامی روسیه به اوکراین بشه، به باور من در کوتاه مدت چنین چیزی واقع بینانه نیست. ولی به هر حال تمام کشورهای غربی در شرایط کنونی تمام تلاش خودشون رو به کار دارن میگیرن که هزینه ادامه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. خب ما الان شاهد این هستیم که با ادامه جنگ و عدم اجرای مو به موی برنامه‌ای که پوتین برای تجاوز نظامیش به اوکراین داشته، احتمال افزایش حملات هوایی و حملات موشکی در واقع مشاهده میشه و اگر این احتمال افزایش پیدا بکنه که به باور من یه همچین چیزی اصلا بعید نیست، این رو ما قبلا چه در جریان گرجستان دیدیم، چه در موقعی که حمله و جنگ چچن اتفاق افتاده بود در مورد تصرف گروزنی، یعنی که اگر حملات هوایی صورت بگیره خب طبیعیه که تلفات انسانی و بخصوص افراد غیر نظامی افزایش پیدا میکنه و همین موضوع
یکی از موارد زیر مجموعه آن چیزی که تحت عنوان جنایات جنگی ازش یاد میشه. خب اینا این تلاش ها رو میکنن که فشار رو بر پوتین در شرایط کنونی افزایش بدن. توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن رو میشنیدید. قیمت نفت برنت امروز به بالای 137 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت در 14 سال گذشته است. هرچند در ادامه معاملات بهای نفت برنت به زیر 130 دلار برگشت، اما خبرگزاری رویترز احتمال تحریم واردات نفت روسیه از سوی آمریکا و متحدان اروپاییش و همچنین به تعویق افتادن احیای برجام و بازگشت نفت ایران به بازار را ریسک‌های اصلی این بازار برشمرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود دولت بایدن و متحدانش در حال مذاکره برای تحریم نفت روسیه هستند. همزمان در شرق آسیا ژاپن هم اعلام کرد در حال مذاکره با ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای ممنوعیت احتمالی واردات نفت از روسیه است. شوک ناشی از بحران علاوه بر افزایش دوباره قیمت طلا به مرز 2000 دلار در هر اونس سبب کاهش چشمگیر شاخص ها در بازارهای سهام جهان شده است. در اروپا شاخص سهام FTSE لندن هم به پایین ترین میزان خود طی 5 ماه گذشته رسیده است. بورس های ژاپن و هنگ کنگ با کاهشی بیش از 3% کار خود را آغاز کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در لیتوانی گفت ایالات متحده به همراه این کشور در کنار اوکراین خواهد ایستاد. بگم که آمریکا و لیتوانی متحد هستند و در کنار اوکراین ایستاده اند و ما تلاش کردیم که توانایی های لیتوانی رو برای دفاع از خودش تقویت بکنیم. ما تلاش داریم که کمک های بشردوستانه به مردم اوکراین ارائه بکنیم و ما در هزینه های کرملین رو افزایش داریم میدیم و تمام کسانی که همراهی میکنند اون رو برای انجام این جنگی که مورد انتخاب اونها بوده است و ما تلاش داریم که امکانات دفاعی خودمون رو افزایش بدیم تا اینکه هر گونه تهدیدی رو در مقابل هر گونه تهدیدی بتونیم مقابله بکنیم. و ما نیروهای زیادی رو در اروپا قرار دادیم تا بتونیم که مقاومت این کشورها رو تقویت بکنیم و این در هفته گذشته هم بیشتر تقویت شد وقتی که ما نیروهای آمریکایی 306 رو به کار گرفتیم در لیتوانی و یک سری هواپیماهای جنگی رو هم برای تقویت نیروهای اینجا استفاده کردیم و 400 تا نیروی دیگر رو هم از اون نیروی مبارزه آمریکا قراره که به لیتوانی در ماه‌های آینده بیایند، در روزهای آینده بیایند. تعهد لیتوانی به ماده 5 که حمله به همه ما خواهد بود، این تعهد همچنان پابرجاست و غیر قابل نقض است و آمریکا در رئیس جمهور آمریکا در اون سخنرانی سالیانه خودش چند روز پیش گفتش که ما دفاع می‌کنیم از هر سانتی متر خاک ناتو اگر که مورد حمله و تهاجم قرار بگیرد و هیچ کس نباید تردید بکنه نسبت به آمادگی ما با عزم ما در انجام این کار. ترجمه صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو می‌شنیدید. در ادامه بیشتر بشنویم درباره نکات تازه صحبت‌های آنتونی بلینکن از همکارم بردیا افشین. قبل از اینکه وزیر امور خارجه آمریکا در لیتوانی سخنرانی کنه، رئیس جمهور لیتوانی گفته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف نمی‌مونه و گسترش خواهد داد تمام اون تصرفاتشو و گفته بود باید از هر ابزاری استفاده کرد که مانع جنگ جهانی سوم بشه. یعنی خیلی تصور میکنیم به معنی اینه که درخواست لیتوانی از آمریکا برای این که به اون خواسته اوکراین پاسخ مثبت بدن، منع پرواز بر آسمان اوکراین. در حرفای آقای آنتونی بلینکن همچین چیزی نشنیدیم، اما از حمایت‌هاش گفت و اون حرفایی که بارها طی روزهای گذشته شنیدیم، اینکه تقویت نیروهای ناتو در شرق، اینکه اصل پنجم ناتو براش همچنان مقدسه، یک وجب خاک اعضا رو به کسی نمیدن، اگه قراره یک نیروی خارجی به یک از این کشورها حمله کنه همه کمکش خواهند کرد. اما چیزی که شاید متمایز کنه اینه که حرفای 24 ساعت گذشته بازی باسابی ازش دیدیم که تلاش می‌کنه به کمک همتاهای اروپایی برسره مسئله تحریم نفت روسیه به گفتگو و به تفاهم برسن. آیا این چقدر میتونه اوکراینی ها رو راضی کنه؟ مشخص نیست، اما میتونه بازار نفت رو حداقل یک کمی متلاطم بکنه. توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. خانواده سپید قلیان، فعال مدنی زندانی، نسبت به وضعیت سلامت این زندانی و مخالفت قوه قضایی با مرخصی او ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند جان سپید قلیان در خطر است.
در بخشی از بیانیه خانواده این زندانی با اشاره به ابتلای او به کرونا آمده، جان سپیده و امیدهای خانواده گروگان دستگاه قضا شده تا بتوانند نشان دهند که قدرتمند هستند. این فعال مدنی زندانی در نامه‌ای که بهمن ماه از زندان نوشته، نسبت به وضعیت شهره قلی‌خانی، زهره سرو، گلاره عباسی و زهرا زهتابچی زندانیان زن در اوین ابراز نگرانی کرده بود. در آستانه نوروز گزارش رسانه‌های ایران از کاهش چشمگیر تقاضای خرید و افزایش قیمت انواع اقلام خوراکی و کالاهای مخصوص شب عید حکایت دارد. به تایید رئیس اتحادیه خاروبار فروشان قم، قیمت انواع آجیل حداقل 20-35% بیشتر شده و بر اساس گزارش‌های میدانی اکثر مردم تخمه آفتابگردان را به قیمت کیلویی 70,000 تومان جایگزین آجیل شب عید کردند. همزمان اخبار زیادی از تداوم نابسامانی در بازار میوه و سیفیجات و افزایش قیمت مرکبات و البته کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم منتشر می شود. کارگران شرکت ساتراب در پتروشیمی بوشهر بر اساس فراخوان اعلام شده به اعتراض کارگران پروژه‌ای پتروشیمی پیوستند. بر اساس فراخوان اعلام شده کارگران از 15 اسفند اعتصاب خود را آغاز کردند و اعلام شده تا رسیدن به خواسته ها و مطالباتشان اعتراض ها ادامه دارد. کارگران خواستار پرداخت حقوق و مزایای دی و بهمن و همچنین اجرایی شدن وعده‌های پیمانکاران هستند. بر اساس گزارش‌ها کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌های آبادان، بوشهر و آقاجری دست از کار کشیده و تجمع کردند. از فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پرسیدیم مطالبات کارگران در رابطه با فراخوانی که اعلام شده چه هستند. خب ببینید، غیر از سطح نازل دستمزدها، کارگران ایران یک مشکل دیگه رو که همیشه داشتن به تعویق افتادن همین دستمزدهای بسیار نازل برای چندین ماه بوده که مشخصا برای کارگران پروژه‌ای و کارگرانی که برای شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند این مسئله بسیار بغرنج‌تر بوده، به شکلی که به هر حال معیشت خودشون و خانواده‌هاشون رو تحت شعاع قرار میده. شرکت های پیمانکاری در صنایع نفتی، نفت و گاز و پتروشیمی کار میکنن و کارگران پروژه‌ای رو در استخدام دارن، این رو به صورت یه عرفی در آوردن که 3-4 ماه یک بار حقوق و دستمزد کارگران رو پرداخت میکنن که با توجه به این که به پایان سال نزدیک میشیم و قرارداد این شرکت های پیمانکاری احتمالا تغییر پیدا میکنه و کارگران و خانواده هاشون هم نیاز به تامین هزینه هاشون برای شب عید دارن، اعلام کرده بودن که چون از برج 9 به بعد حقوق دریافت نکردن، اعلام کرده بودن که چنانچه تا روز 15 اسفند حقوق‌های دیماه و بهمنشون پرداخت نشه برای روز 15 هم دست به اعتصابات درون کارگاهی میزنن که مشخصا مثلا در پتروشیمی بوشهر این اتفاق افتاد که تا جایی که من اطلاع دارم دیروز خوشبختانه یکی از پیمانکاری ها، پیمانکاری لیموچی، ناچار شده بود که دستمزد دیماه کارگرانش رو پرداخت کنه و قول روز 23 برای دستمزد بهمن ماه رو داده بود، اما سایر کارگران پروژه‌ای در بخش‌های دیگه که دست به اعتصاب زدن و امروز هم اعتصابشون در جریان هنوز پاسخی دریافت نکردن و فعلا احتمالاً به اعتصابشون ادامه خواهند داد. توضیحات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو می‌شنیدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه CNN اعلام کرد که تحریم‌ها علیه روسیه ارتباطی با توافق هسته‌ای با ایران ندارد. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود کشورش خواهان تضمینی است که تحریم‌های روسیه مانع همکاری‌های اقتصادی مسکو با تهران پس از احیای برجام نشود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای پیشتر گفته بود ایران بیشتر از آن چیزی که انتظار داشت به دست آورد. من کاملا صادق هستم وقتی که میگم ایران خیلی بیشتر از چیزی که انتظارش رو داشت به دست آورد، خیلی بیشتر. واقع گرایانه بگم ایران بیشتر از چیزی که من و یا بقیه انتظار داشتن به دست آورد. این یک واقعیته. ترجمه صحبت‌های میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای رو میشنیدید. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشت روسیه تلاش می‌کند از قرارداد اتمی ایران به عنوان ابزاری برای مقابله خود با غرب در بحران اوکراین استفاده کند. در ادامه این گزارش آمده این تقاضای غیرمنتظره روسیه مذاکرات اتمی ایران در وین را با چالش مواجه کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات وین با هدف تامین منافع انجام می‌شود و قابل درک است. شمخانی در ادامه بدون اشاره مستقیم به درخواست جدید روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفت ارزیابی این مؤلفه‌های جدید در دستور کار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام پیشرفت‌هایی در تبادل زندانی بین ایران و آمریکا گفت اگر آمریکا شب اجرای تبادل زندانیان عقب نشینی نکند می‌توانیم این پرونده را ببندیم. او همچنین موضع چین و روسیه در مذاکرات احیای برجام را سازنده و حمایتی خواند. خطیب‌زاده همچنین در واکنش به سخنان جدید سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت ما همین اظهارات را در رسانه‌ها شنیده‌ایم و منتظر هستیم از مجاری دیپلماتیک جزئیات آن را بشنویم. اظهارات آقای لاوروف رو هم ما هم در رسانه‌ها دیدیم و در رسانه‌ها شنیدیم. آنچه که گفته شده منتظر هستیم که از مجاری دیپلماتیک جزئیات اون رو بشنویم. آنچه که روشن هست گفتگوها در وین در مسیر خودش در حال پیگیری هست. همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خب روشن هست که نباید محدود و یا تحت تأثیر هیچ گونه تحریمی قرار بگیره، از جمله محدودیت‌های همکاری‌های صلح‌آمیز هسته ایران با روسیه، چین یا کشورهای دیگه داشته. در همین بستر ما این اظهارات رو می‌فهمیم رویکرد روسیه تا به امروز رویکرد سازنده‌ای بوده برای رسیدن به یک توافق دست جمعی در وین و ما هم در همین چارچوب این رو متوجه میشیم. منتظر هستیم که در وین جزئیات بیشتری رو اگر دارند به ما بدن. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم شاهد مواضع متضادی از سوی رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی هستیم. از یک سو برخی رسانه‌های حکومت از گروکشی روس‌ها انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر خطیب‌زاده مواضع روس‌ها را سازنده اعلام می‌کند. دلیل این تناقض چیست؟ بله، داستان تلخی عروسیه که شب عروسیش تازه می‌فهمه که شوهرش یه آدم خائنه، نمی‌دونم 4 تا زن دیگه هم داشته و همه حرفای عاشقانه‌ای که بهش می‌زده دروغ بوده و می‌خواد سوء استفاده بکنه. فکر کنم تازه روحانیون ایران دارن میفهمن چه بلایی سرشون اومده. اینکه آقای خطیب زاده میگه ما همین حرفا رو همون چیزی که از رسانه ها شنیدیم، یعنی واقعا باید زد تو سر این وزارت خارجه که در مذاکرات به این مهمی مواضع روسیه رو از ما دیرتر شنیده و ما زودتر از اون رسانه ها خوندیم، چه موضعی که به قوه میتونه برجام رو به زمین بزنه. اینکه آقای شمخانم توی توییتش نوشته که مواضع مثبت و منفی، کنش های مثبت و منفی کشور، یعنی پذیرفته که روسیه داره کنش منفی انجام میده و میگه این بر مبنای منافع کشور هاست. خب این هم حرفی است که ما تو این مدت میزنیم. منتها سوال ما این بود و سوال این بود که پس چرا حکومت ایران گفت من با آمریکا مذاکره نمی کنم و رفت پشت روسیه قائم شد؟ چرا با آقای اولیانوف اجازه دادن از طرف ما ایرانی ها حرف بزنه، از طرف ما ایرانی ها نمیدونم به مقامات قبلی و سابق و لایق حمله بکنه، واسه خودش سیاست بچینه؟ چرا آقای خامنه‌ای اومد سیاست نگاه به شرق رو به کشور تحمیل کرد؟ چرا یک نفر در این کره خاکی هست که علی خامنه‌ای ازش مثبت گفته، اونم ولادیمیر پوتین هست، و چرا اینجوری داره با ایران بازی میکنه؟ میدونید اون روزی که ولادیمیر پوتین اومد تهران و اون قرآن رو کپیش و زیراکسش و نسخه زیراکسش رو گذاشت تو جعبه و آورد، همون روز بعد مقامات ایرانی میفهمیدن که با این روسیه نمیتونن شوخی بکنن، نمیتونن بازی بکنن، از اون نمیتونن امتیازی بگیرن. مجموعه عملکرد روسیه در 30-40 سال اخیر هم نگاه بکنید، ببینید نه تنها شریک قابل اعتمادی نبوده، بلکه به واقع یکی از خائن ترین شریک ها، یکی از خائن ترین طرف هایی است که کشور میتونه داشته باشه. هر جا تونسته سر ایران کلاه گذاشته یا تکه از ایران رو کنده. برای من فکر می کنم مواضع ضد و نقیض امروز تهران رو شما میتونید ناشی از واقع این واقعیت هولناک بدونید که برخلاف اصرار رهبر حکومت و سران حکومت، روسیه داره اون روی حقیقیش رو در آخرین لحظه شب عروسی، شب زفاف نشون میده. توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.